سه برادر و یکی از خواهران مریم اکبری منفرد تابستان 1367 به دلیل عضویت در گروه مجاهدین خلق طی ماجرای اعدام دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران به قتل رسیدند. اما هیچگاه ارتباط خانم اکبری منفرد با این سازمان اثبات نشده و بر اساس آنچه همسر این زندانی گفته، حتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی هم خطاب به او گفته تو جور خواهر و برادرت رو میکشی. مریم اکبری منفرد یک سال پس از بازداشت و در خرداد 1389 به دلیل برقراری تماس تلفنی با دیگر اعضای خانواده‌اش در عراق به اتهام محاربه به تحمل 15 سال زندان محکوم شد. او از زمان بازداشت تا به امروز حتی یک روز هم مستحق دریافت مرخصی دونسته نشده. مسئله‌ای که به گفته ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و همبندی سابق مریم اکبری منفرد، مربوط به دادخواهی او از مقامات قوه قضاییه ایران و سازمان ملل متحد برای رسیدگی به اعدام غیرقانونی اعضای خانواده‌شه. خانم بنی یعقوب درباره مشاهداتش در زندان اوین و رنج‌های تحمیل شده به این مادر و دخترانش به ایران وایر گفته مریم سه دختر داره و وقتی زندانی شد دختر کوچکش سارا تنها 3 سال و نیم داشت. من در زندان اوین می‌دیدم که به او هر هفته تنها بین 20 تا 30 دقیقه فرصت می‌دادم بچه‌هاش رو ببینه و بسیاری از این ملاقات‌ها هم به صورت کابینی بود. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار با بیان اینکه خانم اکبری منفرد سال گذشته به زندان سمنان منتقل شده این کار رو قصد ماموران امنیتی برای آزار و اذیت بیشتر تعبیر کرده و گفته یعنی این همه سال زندان و دوری از دختران بس نبود که از سال گذشته اون رو به زندان وحشتناک سمنان فرستادن. تا قبل از اون لااقل دلخوشی فرزندان این بود که هفته یک بار مادرشون رو میبینن، اما حالا دوری مسافت و محدودیت‌های کرونایی همون دیدار هفتگی رو هم به چند ماه یک بار تبدیل کرده. محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره شرایط پرونده مریم اکبری منفرد و دوری 12 ساله او از فرزندانش به ایران وایر گفته مرخصی و آزادی مشروط امتیازاتی قانونی هستند که پس از تایید ضابط قضایی و رئیس زندان مبنی بر رفتار خوب زندانی به اونها اعطا میشه، اما نمیدونم چرا درباره خانم اکبری منفرد چنین قانونی اجرا نمیشه. وقتی ایشون وثیقه میلیاردی یورو گذاشته، پس با توجه به گذراندن 12 سال از 15 سال حبس محکومی باید با آزادی مشروط مواجه بشه. به نظر میرسه نیت کمک و همراهی در دستگاه قضایی و امنیتی کشور برای این پرونده وجود نداره. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و مؤسس سازمان بین المللی کودکان زندانیان، به کمبودهای قانونی در مواجهه با کودکان زندانیان ایرانی اشاره کرده و به ایران وایر گفته در اروپا از سال 2011 و با اصلاح قوانین مجازات دیگر مادران متهم به جرایم سبک رو که دارای فرزندانی خردسال هستند زندانی نمی کنن و بیشتر به انجام خدمات اجتماعی رایگان محکوم می کنن. در سالهای اخیر چند کودک در ایران از نعمت زندگی کنار مادرشون محروم شدن؟ امثال مریم اکبری منفرد، نرگس محمدی یا نسرین ستوده که تنها جرمشون فعالیت مدنی و انتقاد از ظلمه رو با احکام بلند مدت حبس جریمه می کنن و به این توجهی ندارن که چندین خانواده رو منهدم می کنن.